دو سوال مهم از سرمربی پرتغالی و باز هم چرا 25 نفر؟ ابهامات زیادی درباره فهرست تیم ملی ایران در جام جهانی 2022 وجود داشت و البته همچنان وجود داره. کارلوس کیروش قرار بود قبل از جام جهانی 2022 در نشستی خبری در بین خبرنگارای ایرانی حضور پیدا کنه و هم فهرست خودش رو اعلام کنه و همین که به سوالات خبرنگاران پاسخ بده، اما به یک باره این نشست خبری لغو شد و فهرست تیم ملی ایران برای حضور در جام جهانی از طریق سایت فدراسیون فوتبال اعلام شد که چندین ابهام داشت، اما عدم برگزاری نشست خبری سرمربی پرتغالی باعث شد تا ابهامات باقی بمونه. تیم ملی ایران نمایش پرنوسانی در جام جهانی 2022 داشت و در نهایت با کسب 3 امتیاز و قبول 2 شکست از گردونه رقابت‌ها حذف و شب گذشته به کشور بازگشت. شاید در بازگشت دوباره ملی پوشان به تهران بهتر باشه که برای روشن شدن اذهان عمومی، کادر فنی تیم ملی به چند ابهام و سوال مهم درباره فهرست تیم در جام جهانی پاسخ بده. 1 جای خالی برای چی بود؟ کارلوس کیروش یه تصمیم بحث برانگیز و جنجالی گرفت و در نقطه مقابل تصمیم خودش در جام جهانی 2018 این بار یک تصمیم جنجالی دیگه اتخاذ شد. کیروش در جام جهانی 2018 با وجود اون که فهرست تیم‌های ملی باید با 23 بازیکن بسته می‌شد، 24 بازیکن رو همراه خودش به روسیه برد. اما در نهایت مصونیت علی قلی‌زاده باعث شد تا گمانه‌زنی درباره تغییر در فهرست تیم ملی به پایان برسه و محمد رضا خانزاده شانس حضور در فهرست ایران در جام جهانی رو به دست بیاره. سرمربی پرتغالی در جام جهانی 2022 رویه خلاف 4 سال قبل رو در پیش گرفت و در شرایطی که با تصمیم فیفا هر تیم مجاز به انتخاب 26 بازیکن بود، اما کارلوس کیروش نام 25 بازیکن رو در فهرست تیمش جای داد تا جنجال بزرگی در آستانه جام جهانی 2022 درباره فهرست تیم ملی ایران به وجود بیاد. 2 دروازه‌بان برای نیمکت نشینی به دوحه رفتن؟ کیروش بجز انتخاب 25 بازیکن یه تصمیم جنجالی دیگه هم گرفت و اون استفاده از 4 دروازه‌بان در فهرست تیمش بود، اونم در شرایطی که اکثریت تیم‌های جام جهانی 2022 با 3 دروازه‌بان به این رقابت‌ها اومدن، اما ایران در شرایطی متفاوت پا به مسابقات جام جهانی گذاشت. کارلوس کیروش با وجود شرایط اضطراری پیش اومده برای علیرضا بیرانوند بازم فقط از 1 دروازه‌بان دیگه استفاده کرد تا 2 دروازه‌بان ایران در جام جهانی 2022 صرفاً نیمکت نشین بمونن. بیرانوند در تقابل اول مقابل انگلیس مصدوم شد و حسین حسینی به جای اون به ترکیب ایران اضافه شد و بعد از نمایش پرنوسان حسینی در مقابل انگلیس، کارلوس کیروش تصمیم گرفت تا از دروازه‌بان تیمش حمایت کنه و به اون در مقابل تیم ملی ولز هم میدون داد که حسین حسینی تونست پاسخ اعتماد کیروش رو با درخشش و 1 کلین شیت بده. حسینی با وجود کلین شیت در مقابل ولز شانسی برای حضور در مقابل آمریکا نداشت و کارلوس کیروش جدیداً به علیرضا بیرانوند میدون داد تا امیر عابدزاده و پیام نیازمند بدون حتی 1 دقیقه فرصت بازی در قطر به ایران برگردن. اگر از محتوای ویدیو راضی بودین و محتوا در خور نگاهتون بود، لطفاً سابسکرایب یادتون نره. فعلاً.